برای خرید آیفون دوازده چند روز باید کار کنید؟ سوئیس پنج روز یعنی یارانمون تو سوئیس عزیزانی که اونجا کاری دارن شغل دارن پنج روز برن سر کار یه آیفون میخرن میگیرن دستشون و به قولی آرزو به دل آیفون نمیمونن در امریکا هفت روز یه هفته برن سر کار یه آیفون میتونن بخرن گرچه خود اون یه هفتم نیازی نیاز نیست نیاز پولتو بذاری رو هم میری اونجا یه سیم کارت میخری رو سیم کارت ماهیانه مثلا تا سه سال قسطش میاد و اتوماتیک کم میشه اصلا اونجوری نیست که پول جمع کنی یه دفعه یه کلوب بخوای ببری بدی بخری تو انگلستان 11 روزه امارات 13 روزه چین 40 روزه و در جمهوری اسلامی ایران تحت رژیم آخوندی یک ایرانی باید 650 روز کار بکنه از شکم زن و بچه و اینها بزنه به قولی هیچی نخوره پولش رو جمع کنه بذاره رو هم 650 روز بعد بره بعد از 650 روز بخواد آیفون بخره میبینه پولش ده برابر ارزشش اومده پایین این هست این حکومت آخوندی مزایا بسیار داره این یکی از مزایاش که مردم ما آرزو به دل یه دونه موبایل موندن آرزو به دل یه کامپیوتر خوب موندن آرزو به دل یه ماشین درست حسابی موندن این چیزها در جهان امروز مسائل به قولی سانوی هم نیست یه چیزای پیش پا افتاده است اکثر مردم در جهان امروز دارن چون کار میکنن میتونن بخن تو ایران اول که کار گیر نمیاد اگر هم کاری باشه حقوقی نیست اگر هم حقوق بگیری باید 650 روز کار کنی تا بتونی بخیر مگر اینکه یه انگل زاده یه, یه آخوند هر زهر زاده باشی اون موقع شاید تفاوتی هم ایجاد بکنه و تفاوت داره دیگه میدوزن از مال مردم میدوزن میدن به انگلاشون انگلاشون میتونن اونجا برن و خریداری کنن این رو هم خواستم خدمت شما بگم باید اینها رو به زیر بکشیم و این به زیر کشیدن مزایا داره یکی از مزایاش اینه که حالا تو هفت روز نه حداقل توی یه ما میتونی یه گوشی تلفن لاقل بخری یه زندگی خوب داشته باشی تا کی آرزو به دل باید بمونی هم این آرزو به دل موندن فقط و فقط به خاطر آخوند هست حتی توی بسیجی حتی توی پاسدار تویی که بچه دور تو میگیره آقا تبلت میخواد شهریه دانشگاه آزاد میخواد اینو میخواد اونو میخواد و هی سرفکنده میشی جلو زن و بچه دست تو از پشت این حکومت خبیس باید ورداری این یه شرف تاریخی هست یعنی کسی که پشت آخون تو این مقطع وایسه تو این بدبختی بیچارگی که مردم دوچار شد واقعا بیشرف هست دیگه چجوری میشه این رو تعبیر کرد بیشرف از آقا بیشرف تاریخی هست چون هم زندگی رو به خودش سخت کرده هم یک باندی افتادن میدوزدند و میخورند و چپاول میکنن این هم برای اونا نوکری میکنه در به اقتصاد کشور که باز شد شرکت های بزرگ اومدن شرکت های امریکایی اومدن مردم دیگه از پول غنی میشن دستشون به دهنشون میرسه آرزو به دل نمیمونن یه عده نسخه های عجیب قریب هم دیدن میچینن از خارج کشور مردم تو سر سطح آشخال دارن با هم دعوا کنه نسخه چی میچینی عزیزی که تو خارج هستی یک بار برای همیشه باید با یک قیام بزرگ این حکومت اصلاح اصحالی به زبالدان تاریخ سپرده بشه یک بار برای همیشه و بعد یک حکومت ملی روی کار بیاد حکومت ملی نه اینکه جای دزدان عوض بشه جای حسن کلید با نسرین ستوده مثلا عوض بشه حالا یه عده دزد دیگه بشینن سر سفره انقلاب نه یک نظمی باید برقرار بشه که الگو برداری ما بکنیم از کشورهای خارجی کشورهای مرفه از امریکا الگو برداری کنیم بیاریم اون الگو رو پیاده کنیم که موفق بشیم شایست سالاری باید یکی از نکات باشه انسانی اونجا باید رأس قرار بگیره که شایسته است نه یک مجریقوی هر کسی که من یادم هست میخواستن نماینده بشن تو شهر ما از خانواده شهید پرور رو نمیدونم خانواده بله شهیدان برای ما بسیار ارزش دارن جانبازان برای ما بسیار ارزش دارن کسانی که در جنگ بودن بسیار ارزش دادن ولی در خانواده شهید بودن که ارزش حساب نمیشه شما باید بگی چقدر کارا هستی چقدر تکنوکرات هستی چقدر میتونی اون مجموعه رو اداره کنی خوب اداره کنی چقدر میهن پرست هستی چقدر وطن پرست هستی اینا رو باید بگی یا از روستا یا از شهر یا از اینها بودن اینا هیچ کدام ملاک نیست مدرک کیلویی هم ملاک نیست باید مثال بزنی بگی که من من نوعی از چه چیز چه چیز ساختم من مهدی میرقادری از یک از یک حرکت کوچیک یک الان یه جایی رو ساختم که رو ماهواره دارن مردم میبینن کیفیت رو عالی کردم میتونید مقایسه کنید با کیفیت خیلی تلویزیون هایی که مدعیان بود جای میلیونی دارن خب مقایسه کنید باید انسان کارآمد رأس اون کار باشه تموم شد و رفت بسیار هستند بسیار مغز های با ارزشی هستند که تکنوکراتن اون کشور رو میتونن سریع پیشرفت بدن ذهن و مغزشون کار میکنه بستر براشون فراهم بشه این آخوندهای دزد به زیر کشیده بشن آخوندهایی که با شادی مخالفند و یکی از به قولی سفارش های زرتشت بزرگ این هست که در راه آزادی و حق خواهی باید جنگید خودش جنگید خیال نکنید زرتشت بزرگ در یک جامعه بسیار عالی به دنیا نه از همین الان ما بدتر بود اون جامعه هزاران خدا رو میپرستیدن هزاران قربانی میکردن زرتشت بزرگ بلند شد ایستاد ایستاد در مقابل همه اونها در مقابل جادوگران در مقابل این کسانی که حیوانات رو قربانی میکردن هر روز برای خشنود خدایان خشنودی خدایان برید زندگی زرتشت پاک رو بخونید